برام خدا و با عرض سلام به خبرش خوش آمدید. امروز دوشنبه سوم ماه جوزای سال 1400 هجری خوشیدی در آغاز سرخط چند خبر. دمای نبردهای سنگین در ولایت لغمان و 11 ولایت دیگر کشور. حتی د مهترلام د لغمان مرکز هم زیاد فیصد امنیتی پوستی د علیشنگ و د علینګار په استقامت دا د دوی سقوط کړی ده. تفاهم جنبش ملی با حکومت برای پایان موزل بامیان آماده در ولایت فاریاب. جناب داود لغمانی دوباره به کابل برگرده و اعتراضات مردم ولایت فاریاب هم متوقف باشد. تایید نقش تصمیم گیرنده شورای عالی دولت از یک مشاور بلندپایه جمهور غنی. مشوره تکمیل شویدی دلیست هم نهای شویده. آغاز کار ساخت نخستین شهرک رهایشی و صنعتی قالین در بلسپوری شکردره ولایت کابل. و گذشتن شمار جانباختگان ویروس کرونا از مرز 300 هزار در هند. شجاع زاکی هستم با مشروح خبرهای این ساعت. با وجود آغاز عملیات با ضد طالبان در ولایت لغمان، آن هم در اومه های شهر مهترلام در بلستوالی های علیشنگ و لینگار این ولایت ادامه دارد. شورای ولایتی و شمار از باشندگان ولایت لغمان می گویند که کم توجهی حکومت مرکزی سبب شده است تا جنگ به مهترلام برسد و چندین پازگاه دولتی بی درگیری یک پای دیگر با دست طالبان بیفتند. اما وزارت دفاع ملی می گوید که حمله طالبان بر شهر مهترلام عقب زده شده است. همزمان با این از ادامه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در 11 ولایت دیگر کشور نیز خبر می رسد. خالد نکزاد در این باره گزارش تهیه کرده است. شب و روز باشندگان اتا مرکز لغمان با دود و باروت همراست. طالبان پس از تصرف مرکز ولسوالی دولتچا به ولسوالی های علیشنگ و علینگار و سپس به شهر مهترلام حمله کردند و به گفته منابع محلی ده ها پازگاه دولتی یکی پی دیگر به دست طالبان افتادند. در ولایت لغمان وضعیت مثل گذشته است. کدام تغییری بیشتر نیامده است. فعلا طالبان از کمربندی ها عبور کردند. حتی د مهترلام د لغمان مرکز هم زیاد فیصد امنیتی پوستی د علیشنگ و د علینګار په استقامت دا د دوی سقوط کړی ده. ارتش یک روز پیش از آغاز عملیات واپسگیری و عقب زدن حمله های طالبان به شهر مهترلام خبر داد، اما نبردها هنوز هم در اومه های شهر مهترلام در ولسوالی های علیشنگ و علینگار ادامه دارند. وضعیت که دغه سیروانی په ټول افغانستان کې به د لغمان په شان ټول ولایتونو به د لغمان په شان شي، ولی هلته سمه رهبري نشته. عملیات های عراقي نیروهای امنیتي و دفاعي افغانستان داشتند. در نتیجه آن ساحات و اراضی گسترده در حومه های شهر مهترلام و همچنان در ولسوالی علینگار از وجود طالبان پاکسازی شد. در بغلان نیز نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارند. از سقوط چندین پازگاه دولتی مناطق زیر حاکمیت افراد وابسته به حزب اسلامی در بغلان مرکزی و مسیر شاهراه پلخمری کندوز و کشته و زخمی شدن در حدود 10 نظامی در این مناطق نیز خبر می رسد. به کفایت ترین مسئولینی است که فعلا در بغلان وجود دارند و هیچ جایی ها نتانستن حداقل یک وضعیت خوبی را در بغلان مدیریت بکنند. عقب نشینی در مجموع هر چی باشد تکتیکی و غیر تکتیکی نگران کننده است، به خاطر از اینکه ما نباید اراضی زیاد را از دست بدیم و در این وقت برای طالب به حساب بسپاریم. جنگ های چند ماه اخیر در کنار تلفات به دو طرف هزاران تن از غیر نظامیان را آواره ساختند. در این نهایت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دیروز نشست را در دوحه برگزار کردند. در این نشست شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان نیز حضور داشت. منابع در قطر میگویند که شیخ حقانی پس از یک ماه مشوره با رهبری این گروه به روز جمعه از اسلام آباد به دوحه رسیده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که دو طرف در نشست دیروز درباره آغاز مذاکرات و چگونگی پیشبرد این مذاکرات گفتگو کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه میگوید که انحصار قدرت از سوی طالبان در افغانستان پذیرفتنی نیست. شریف امینی گزارش میدهد.
این دومین بار است که هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان در 10 روز گذشته در دوحه دیدار داشتند. اما این بار شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان نیز پس از سفر 1 ماهه‌اش از اسلام آباد در این نشست حضور داشته است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این نشست ها را تحرک در پیشرفت مذاکرات صلح می داند. روی آغاز مذاکرات و چگونگی مذاکرات بحث های مفصل صورت گرفت. مذاکرات در دوحه پس از آن متوقف شده بودند که طالبان در واکنش به تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتند که این کار نقض توافقنامه دوحه است و از شرکت در تمامی نشست های صلح پا بیرون کشیدند. ما میز مذاکرات رو ترک کردیم، ما در همین جا هستیم و در این رابطه البته بعض حوادث و بعض واقعاتی که در اینجا رخ میده در میدان سیاسی. دو طرف در دوحه در حال میخواهند که مذاکرات را از سر بگیرند که بخشای از کشور در روزهای پسین در آتش جنگ میسوزند. دیر قربانی دعوام نگستر کیگی به نرخ که چه وشو، به جاریز که چه وشو، به نور سیمو که چه کیگی بناهن یوازینه لاره چه دواره خواهی خپل مسئولیت پکی ادا کی هغه د بین الافغانی مذاکرات که برخه اخیستل دی. اما تنها دوحه نه، بل تلاش های در روند صلح در پاکستان نیز جریان دارند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در گفتگوی با مجله شپیگل آلمان در پاسخ به پرسش که آیا قرار است نشست میان رهبران افغان به شمول رئیس جمهور غنی و ملا هبت الله در آینده نزدیک در پاکستان برگزار شود، گفته است که تا هنوز در این باره به گونه رسمی چیزی گفته نشده است، اما تاکید ورزیده است که از چنین نشست ها و پیشنهادها استقبال میکند. از سوی هم خبرگزاری سپوتنیک روسیه از زبان وزیر خارجه این کشور گزارش داده است که انحصار قدرت از سوی طالبان در افغانستان برای روسیه پذیرفتنی نیست. یک عضو رهبری حزب جنبش ملی میگوید که حکومت با مارشال دوستم به تفاهم رسیده است که محمد داوود لغمانی والی تازه فاریاب به کابل برگردد و معاون والی فاریاب به حیث سرپرستی این ولایت معرفی شود. عنایت الله بابر فرهمن میگوید که اگر این تصمیم حکومت عملی نشود، فردا در کنار گسترش اعتراضات در ولایت فاریاب، در ولایت‌های جوزجان و سرپل نیز معترضان به جاده‌ها خواهند ریخت. همزمان با این، یک منبع در ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی هنوز با این تصمیم موافقت نکرده است، اما چهره‌های میانجی میان حکومت و مارشال دوستم روی آن تفاهم کردند. در این باره زهرا رحیمی گزارش تهیه کرده است. در دهمین روز از اعتراض فاریابیان در واکنش به معرفی شدن والی تازه برای این ولایت، یک عضو رهبری جنبش ملی افغانستان میگوید با پادرمیانی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میان حکومت و مارشال عبدالرشید دوستم تفاهم به میان آمده است که والی جدید فاریاب به کابل خواسته شود و دفتر ولایت از سوی معاون ولایت سرپرستی شود. جناب داوود لغمانی دوباره به کابل برگرده و اعتراضات مردم ولایت فاریاب هم متوقف باشد تا زمانی که یکی از کاندیدان مردم ولایت فاریاب به صفت والی منظور میشه. در همین حال معترضان فاریابی امروز هم در این ولایت راه پیمایی کردند و شعارهای ضد حکومت سر دادند. هایی که نتیجه مثبت بعد از ما حاصل نشه، همچنانی که خیمه اعتراض ما برپاست. هنوز جواب مثبت دریافت نشده. آدم که از رادیوها از خبرها میبینه و میشنوه، هنوز ادعا پابرجا مانده. حزب جنبش ملی افغانستان میگوید در صورتی که داوود لغمانی والی فاریاب به کابل برنگردد، اعتراضات در فاریاب ادامه مییابد و باشندگان جوزجان و سرپل نیز دست بر راه پیمایی ها خواهند زد. اگر جواب نده، بعضی مردم حق هم داره که فقط حکومت غیر متمرکز اعلان کنند و جابجا بشین. حکومت فدرالی خود اعلان میکنند. یک منبع در ریاست جمهوری میگوید در حالی که روی برگشت آقای لغمانی به کابل تفاهم به میان آمده، اما تاکنون رئیس جمهور در این باره تصمیم نگرفته است. اداره مستقل ارگانهای محلی نیز از معترضان میخواهد که با آقای لغمانی اجازه دهند که به کارش در این ولایت ادامه دهد. تر اوس مهال پلیسی مایز ارگان هیچ کم دست تصمیم نلری چه والی تا با تغییر ورکوی. والی جدید فاریاب هفته گذشته در یکی از پایگاه های ارتش در میمنه معرفی شد. یک مشاور بلندپایه رئیس جمهور غنی میگوید که شورای عالی دولت یک شورای مشوره دهی
و تصمیم گیرنده درباره صلح، جنگ و رابط خارجی کشور خواهد بود. حکم اقبال‌باغ، مشاور سیاسی رئیس جمهور و معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید که مشوره‌ها درباره نهایی شدن شمار و ترکیب شورای عالی دولت نهایی شدن و رایزنی‌ها درباره زمان و چگونگی برگزاری نخستین نشست این شورا ادامه دارند. آقای اقبال‌باغ شمار اعضای این شورا را در حدود 20 تن می‌داند و میگوید که شورای عالی دولت یک دبیرخانه نیست خواهد داشت. انیسه شهید گزارش می‌دهد. این مشاور سیاسی رئیس جمهور غنی از نهایی شدن مشوره ها درباره آغاز به کار شورای عالی دولت خبر می دهد و می گوید که سیاستگران می کوشند تا نخستین نشست این شورا هرچه زودتر برگزار شود. مشوره تکمیل شویدی، دلست هم نهایی شویده او دو هم برخی چه هغه د ایجندا موضوع ده، هغه د طرز العمل موضوع ده، هغه د جلسی د دایره دلو موضوع ده، پیغاروان بانی هم کار شروع ده. در حالی که پیش از این اختلاف دیدگاه ها میان حکومت و سیاستگران درباره چگونگی صلاحیت های شورای عالی دولت وجود داشت، اما آقای اقبال‌باغ می گوید که شورای عالی دولت در مسائل حکومتداری و قانون کاری ندارد و به مسائل مهمی مانند صلح و جنگ و روابط افغانستان با کشورها خواهد پرداخت. هم مشوره میشه، هم بحث میشه، بعد از بحث و مشوره تصمیم مشترک گرفته میشه. تمام من حیث جمهوری اسلامی افغانستان یک چتر جمهوری اسلامی افغانستان که دی تصمیم مشترک همه گرفته شوه، با بعد اجراءات تصامیم و تطبیقشان مربوط به ادارهی که اداره دولتی هستند مربوط میشه. در همین حال حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید که در شورای عالی دولت شرکت نمی کند، اما در روند صلح هم کار خواهد بود. پیش از این فهرست 18 نفری به شمول 4 زن به عنوان اعضای شورای عالی دولت به تلونیوز رسیده است، اما اکنون منابع میگویند که در کنار حسینه صافی و فاطمه گیلانی 3 زن دیگر نیز عضویت این شورا را خواهند داشت. شورای عالی دولت و یا هر شورای دیگری تا زمانی که صلاحیت اجرایی در چارچوب حکومت و دولت نداشته باشه هیچ تاثیرگذاری نخواهد داشت. اینا کسایی است که کابل به خاک خون تبدیل کردن. ما جدا میخواهیم استان رئیس صاحب که شورای عالی دولت نه بلکه شورای معاملی دولت نامشه بمان مردم. بانک قرار بود بر بنیاد توافقنامه سیاسی شورای عالی دولت همزمان با شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شود، اما در یک ماه اخیر تلاش ها برای ایجاد این شورا شدت گرفتند. شمار از اعضای خانواده های قربانیان جنبش رستاخیز تغییر با انتقاد از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی میگویند که با گذشت 4 سال تا کنون نهادهای عدلی و قضایی دادگاه بررسی پرونده قتل جان باختگان رویداد 12 ماه جوزای سال 1396 هجری خورشیدی را برگزار نکرده است. اعضای جنبش رستاخیز تغییر میگویند که قرار بود امروز نشست دادگاه ابتدایی این پرونده برگزار شود، اما به علت های نامعلوم این نشست برگزار نشد. مسعود انصار گزارش می‌دهد. شماری از خانواده‌های قربانیان جنبش رستاخیز و تغییر و اعضای این جنبش اینجا گرد آمدند و می‌گویند با گذشت در حدود 4 سال از جان باختن چندین تن از اعضای این جنبش در تیراندازی نیروهای دولتی بر گروهی از عدالت‌خواهان، تا کنون نهادهای عدلی و قضایی دادگاه نخست این پرونده را برگزار نکرده است. این دوسیه آمده دوران کرده، مانده در محاکم و هیچ گونه اجراتی صورت نگرفته. دستهایی در قضیه دخیل است که نمیگذارند قاتلین شهدای مردم افغانستان به پنجه قانون سپرده شود. 4 سال پیش شماری از شهروندان کشور و گروه زیر نام جنبش رستاخیز و تغییر پس از حمله مرگبار موتربم در 4 راهی زنبخ کابل که باعث جان باختن بیش از 100 تن شد راه پیمایی کردند. اما نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند که در نتیجه شلیک این نیروها 5 تن به شمول پسر محمد علم ایزدیار معاون نخست مجلس سنا جان باخت. بر بنیاد این نامه قرار بود که دادگاه نخست آنان امروز برگزار شود. تا به امروز حکومت هیچ یک از او جنایتکارا را، هیچ یک از او جنایتکارای فاشیستی که جوانای ما را به خاطر حقوق شهروندی به شهادت رساندن هیچ یک از اونها را به پنجه قانون نسپردن. اما دادگاه عالی میگوید که این دادگاه هفته آینده برگزار خواهد شد و علت تاخیر آن وجود مشکلات در کار سارنولی بوده است. مردم را بکشن، بعد از او وعده بتن که مجازات میکنن، این کارم انجام نتن،
بعد از او از جمهوریت و از نظامداری و از حکومتداری و از عدالت هم حرف بزنند. بروز 12 جوزای 4 سال پیش، هنگامی که پیکر محمد سالم ایزدیار در کابل به خاک سپرده می شد، 3 حمله انتحاری نیز رخ دادند که در نتیجه 20 تن جان باختند و نزدیک به 90 تن دیگر زخم برداشتند. ادامه این خبر هاست طلوع و طلوع نیوز. شمار جان باختگان ویروس کرونا در هند از مرز 300 هزار گذشت. اکنون هند با ثبت بیشتر از 26 میلیون رویداد مثبت ویروس کرونا بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را پس از آمریکا در جهان دارد. در برخی از بخش‌های هند برای سوزاندن جسدهای قربانیان بیماری کووید 19 با کمبود مکان روبرو‌اند و از همین دو مراسم سوزاندن جسدها در پارک‌های عمومی برگزار می‌گردد. با آنکه شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند به بیش از 26 میلیون تن رسیده است، اما شهرهای بزرگ هند از جمله ممبئی در این روزها گواه کاهش قابل توجه مبتلایان این ویروس است. در ممبئی راز موفقیت مبارزه با کووید 19 به تلاش‌های یک فرد پیوند داده می‌شود. اقبال سنگ چهال، کسی که مسئولیت شهرداری ممبئی بزرگترین نهاد اجتماعی هند را بر دوش دارد. MCGM has 24 wards. شهرداری ممبئی 24 بخش دارد. هر بخش وسایل و تجهیزات خودش از جمله 10 امبولانس، 10 تیم بهداشتی و 10 آپریتور تلفن دارد. بنابراین غیر متمرکز سازی این بخش ها کلید مبارزه با ویروس کرونا. چهال با تنظیم درست تمامی امکانات و سهولت ها توانست جلو گسترش فزاینده ویروس کرونا را در ممبئی بگیرد. اما جان باختن در حدود 250 تن در 7 ایالت هند در نتیجه یک بیماری واگیر دیگر به نام قارچ سیاه تلاش های مبارزه با ویروس کرونا را در این بخش ها با چالش ها روبرو کرده است. مدیریت این بیماری به عنوان یک چالش پیش روی ما ظاهر شده است. داروی ضد این بیماری در کشور ما با محدودیت عرضه در دسترس است. اکنون هند پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین مبتلایان ویروس کرونا را در جهان دارد. با این هم چند خبر کوتاه جهان. شمار قربانیان سقوط یک کیبل کار یا تلکابین در شمال ایتالیا به 14 تن رسید. این رویداد در نزدیکی دریاچه ماجوره رخ داد و تلکابینی که مسافران را از شهر تفریحی استراسا به کوهستان ماتارونا منتقل می کرد دچار حادثه شد و از ارتفاع 20 متری سقوط کرد. بر بنیاد بررسی های نخستین، پاریدگی در کیبل سبب وقوع این رویداد شده است. روابط بلاروس با اتحادیه اروپا یک بار دیگر به تنش گرایده است. کشورهای غربی از اقدام بلاروس برای منحرف کردن اجباری مسیر هواپیمایی که مبدا و مقصد حرکت آن در اتحادیه اروپا بود، ابراز خشم کردند. گفته می شود مقامهای بلاروس این اقدام را برای دستگیری یک خبرنگار منتقد حکومت این کشور انجام داده است. بلاروس با ادعای بمبگذاری در این پرواز هواپیما را که عازم لیتوانیا بود مجبور به فرود اضطراری در میدان هوایی پایتخت این کشور کرد. وزیر خارجه ایران یک بار دیگر خواهان رفع تحریم‌های آمریکا بر این کشور شده است. محمد جواد ظریف دوشنبه صبح در واکنش به اظهارات تأخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک پیام توییتری خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران شد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. با گذشت 5 سال از دستور رئیس جمهور غنی برای ساخت شهرک‌های قالین بافان در کشور، کار ساخت نخستین شهرک راهیشی به صنعتی قالین در ولسوالی شکردره ولایت کابل آغاز شد. این شهرک بر گستره 3000 جریب زمین و ساخت بیشتر از 6000 واحد راهیشی و صنعتی برای قالین بافان که به کشور عودت می‌کنند ساخته خواهد شد. زبی جهان مل گزارش می‌دهد. 5 سال پس از وعده رئیس جمهور برای ساخت شهرک های رهایشی و صنعتی قالین، کار ساخت نخستین شهرک در ولسوالی شکردره کابل آغاز شد. در این شهرک برای بیش از 6000 قالین بافی که سرمایه هایشان را از خارج به ویژه از پاکستان به کشور انتقال دهند، زمین برای کارخانه ها و واحد های رهایشی تبذیر خان شد. او کسایی که پوشش میکنند که زمین غصب کنند، اگه نیاز به یک نمره داره مستحق است که اینجا نمره است، ما میتیم برش. و اگر نه که با چشم سفید است که 100 200
جیب زمین میاد قلا جور میکنه با او برخورد ما بسیار قاطی است. وزارت تجارت یک نوید خوش به تاجرای قالین ما داره که ما به اساس هدایت رئیس جمهور 6% سبسایدی را در صادرات قالین به اینا تصویب کردیم. معین وزارت شهرسازی میگوید که با بکار شدن این شهرک گذشته سرمایه گذاری های حکومت در زیربناهای آن بخش خصوصی تا 50 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد. پروژه حیاتی است. به خاطر اینکه در هر منطقه که یک صنعتگر داخل شد، امچار چوب اطراف خود به کار، به اشتغال، به میگماره. با این همه شماره از باشندگان محل از حکومت میخواهند که برایشان در این شهرک خانه بدهد. دوم رولوی جمع در تساطل هیدم، سدرین زر جرمان زکر، در پیمان در توائمه چیوه اولیس بانگ نوالی دلیم، که در کورنم بیا چور روانی اول تاسو، او در جمع تر، نتار دون پت بدنامیدم. از سوی مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که به زودی کار ساخت سه شهرک رهایشی و صنعتی قالین دیگر در ولایت های ننگرهار، کندوز و بلخ نیز آغاز خواهد شد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 79 افغانی، یک یورو 95 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی. شماره از آگاهان ورزش و ورزشکاران، نهادهای ورزشی به ویژه فدراسیون تکواندو را زیر انتقاد قرار میدهند و میگویند که به علت کمکاری این مسئولان تکواندوکاران از بازی‌های کسب سهمیه توکیو 2020 بازماند. اما مسئولان ورزش و فدراسیون تکواندو در نشست خبری امروز میگویند که برای حضور ورزشکاران تکواندو بر رقابت‌های کسب سهمیه هیچ گونه کمکاری صورت نگرفته است. دومین دور رقابت‌های انتخابی فول رزم پیش از چاشت امروز به میزبانی کابل برگزار شد. در این رقابت‌ها 60 ورزشکار بانو از ولایت‌های هرات، بغلان، دایکندی، بلخ و کابل اشتراک دارند. قرار است در فرجام 35 چهره برتر به تیم ملی فول رزم انتخاب شود. پنجمین مرحله از رقابت‌های مترانه فرمول 1 قهرمانی جهان با قهرمانی مکس فرستاپن راننده هلندی تیم ردبول در موناکو به پایان رسید. لوئیس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس و مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها در این گرندپری هفتم شد. قرار است دور بعد این رقابت‌ها در باکوی آذربایجان برگزار شود. از توجهتان به خبرهای این ساعت جهان سپاس. وقتتون بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتان.